برو خشم بعد از این که ما کیپور و یام نوراین رو پشت سر گذاشتیم، هشم دعوتمون میکنه که بریم تو سایه پروردگار پناه ببریم و هیچ جای شک و تردیدی که ترس داشته باشیم از هیچ چیز ترس نخواهیم داشت. موقعی که پشتیبان ما هشم هست و ما فرمان بردار اوامر هشم هستیم از هیچ چیز باک نداریم. بنابراین پشت سر کیپور ما میایم و سوکا میبندیم. سوکا بستن اونطوری که این فرمان، خود کلمه سوکا یعنی سایبانی، ولی واژه‌اش شمارش سامخ و کاف ه شمارش میشه 91. 91 نام اعظم هشمه. چطور نام اعظم هشم میشه 91؟ اولا آمین خودش میشه 91. بعضی معتقد هستن که این نام اعظم هشمه که آمین حقیقته. دو این که یود که واف که میشه 26، ولی ما یود که واف که نمیخونیم، بلکه ادانوت میخونیم، میگیم باروخ حتا ادونای لمدین هوشا. ادانوت میشه 65، 65 با 26 میشه 91. بنابراین ما سوکا که میبندیم میریم زیر سایه، زیر چتر پروردگار که هشم دافع ماست و سپر ما بوده و هست و خواهد بود. همیشه تاریخ این رو نشون داده و ما این رو امید داریم و توکل داریم و باور داریم. بنابراین باید که این میسای بزرگ رو نادیده نگیریم. فوراً بعد از کیپور، بعضی ها حتی موقعی که از کیپور میان بیرون شروع میکنن، یعنی میسواز که شروع کنیم که سوکا رو ببندیم، حداقل یک کارش بکنن. حالا نرسیدن، خسته بودن، هرچه سریعتر مثل امروز فردا باید که سوکا رو آماده بکنن. سوکا از دو قسمت بیشتر تشکیل نشده. یکی دیوار هاست که 3 تا دیوار لازم داریم و دیوارها از هر چیزی میشه درست بکنیم، به شرطی که در مقابل باد معمولی بتونه مقاومت بکنه. اگر پرده های نازک ما بزنیم، نه پرده چادری، پرده نازک بزنیم به دردمون نمیخوره. البته 3 تا ما دیوار میخوایم. یه در دیگه‌اش، طرف دیگه‌اش ورودی هست که دره که میایم تو میارم بیرون. اون از نظر علاخا فقط برای زیبایی اگه ما میزنیم، ولی اصلش 3 تا دیوار باید مقاوم باشه. حالا میخواد حتی سیمان باشه، حتی از آهن باشه، فرق نمیکنه، هیچ مهم نیست. میتونن دیوار رو از هر چیزی فقط در مقابل باد معمولی بتونه مقاومت کنه. این درست. اصلش سوکا سایبونیه. سایبونی یعنی اون برگ‌های درخت یا پوششی که از گیاهان درست شده، ولی متصل به زمین نیست. اگه درختی ما داشته باشیم مثل درخت ترز یا سایر درخت‌ها که متصل به زمین هست، اون به درد سخاخ یعنی سایبونی نمیخوره. بنابراین باید روییدنی باشه، دو از زمین هم قطع بشه، سه چیزی نباشه که توم آ قبول کنه مثل جعبه و امثال اینها که اینا ظرفه و توم آ قبول میکنه، باید از اینا بری باشه. بنابراین موقعی که سمه یهم باشه، تالوش هم باشه، مقابل توم آ نباشه، برای سایبانی خوبه. میتونن از حصیرها استفاده بکنن، میتونن شاخهای برگ نخل یا سایر درخت ها باشه استفاده بکنن. و مسلمه که ما باید زندگی 7-8 روزه سوکا، آپارتمان و زندگیمون همه چی ول میکنیم، بریم توی سوکا میشینیم، زندگیمون سوکا. چون نوشته به سوکا تشوو، تشوو یعنی زندگی کنید، قامت بکنید. بنابراین خوردن و خوابیدن و نوشیدن و حتی آموختن، همه چی باید که در سوکا صورت بگیره. و بنابراین سوکامون طوری باید ببندیم که در مسیری نباشه که این بیفته، یا این که اگر خدای نکرده جایی هست که پشه ها هستن، حشرات هستن، مزاحم هستن، باید حواسمون باشه در جای امن درست بکنیم که بتونیم تو سوکا بشینیم و استفاده بکنیم. 7-8 روز
که ما تو گالوت هستیم، 8 روز هستیم، بنابراین بتونیم میسای بزرگ رو برگزار کنیم. روز خوبی داشته باشید.